سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوریالا هستم. این 12 برنامه از دوره جدید در پیشگاه فرهنگ رو در معیت خانم شکوه میرزادگی تقدیم شما میکنیم. امروز در نیم ساعت اول برنامه خانم میرزادگی مطالبی رو دارند که بیان میکنند و به اتفاق شما پای صحبت ایشون میشینیم. سلام بر شما. من آقای نوریالا میخوام امروز در مورد دیکتاتوری صحبت کنم. از هر زبان که میشنوی نامکرره است، ولی عشق اقلا زیباست و بسیاری از چیزها هست که کریهه، ولی باز هم از هر زبان که میشنوی نامکرره است. این همطور که همیشه بیشتر صحبت میشه که دیکتاتوری در واقع کاری که میکنه جلوی مردم رو برای تصمیم گیری در ارتباط با سرنوشت و زندگی و خوشبختی های خودش چیز مسائل مختلف میگیره. ولی من امروز میخوام چهره های دیگری از دیکتاتوری رو نشون بدم و ضایعاتی رو که دیکتاتوری در سرزمین ها به وجود میاره. قبل از اون میخوام یادآوری کنم ما از امروز، که این برنامه ضبط میشه، یعنی در واقع 2 قبل از دوشنبه، ما به پیشواز در کمیته بین‌المللی نژاد به پیشواز روز جهانی کوروش میریم. روز جهانی کوروش 29 اکتبر، 7 آبان، روزیه که کوروش بزرگ منشور خودش رو میگه، صادر میکنه، یعنی در بابل اعلام میکنه که بعد به صورت اون منشور نوشته میشه. البته از جمله خیلی از کسانی که آگاه نیستن که خب از بس توی ایران همه چی رو خفه کردن در این 30 عیبی نداره مردم ندونن، ولی مثلا رئیس سازمان میراث فرهنگی شیراز گفت 29 اکتبر تولد کوروشه. نه، تولد کوروش نیست، روزی که منشور کوروش از زبان کوروش گفته میشه. ما به پیشواز روز کوروش میریم. هفته آینده در این مورد برنامه مفصلی خواهیم داشت و فقط فراموش نکنید، نگذارید این روز رو دولت کوروش ناشناس و دولت فرهنگ ناشناس مصادره کنه. این روز مال مردمه، مال مردم ایرانه و مال کوروشه و باید تلاش کنیم که در حد امکانات این کار انجام بشه. و اما در مورد دیکتاتوری، من 2-3 پیش در مورد اینکه فضای ایران فرا کافکاییه صحبت کردم و یکی از اون فرا کافکایی ها رو یکی دو هفته پیش برام ایمیلی فرستاده بودن که بعدن توی همه جاها دیدم که در پادگانی که در یک پادگان نظامی یک نمایشی رو دادن. در واقع نمایش به معنای تئاتر نیست، یک برنامه رو داشتن. در این برنامه که میخواستن راه های جلوگیری از جنبش ها رو نشون بدن، خب در همه جای دنیا ارتش ها هستن که به سرباز ها تعلیم میدن که چجوری مقابل شورش ها بایستن و بعد این خیلی چیزهای همه جای دنیا تقریبا شبیه به همه، خیلی حالت نظامی داره، یعنی تربیت نیروهای ضد شورش. بله، این خیلی حالت نظامی داره، ولی در این پادگان با اون عکسایی که دادن کاملا عین نمایش‌های تعزیه، منتها خیلی با شلوغی و خنده و مسخرگی. حتی زنها درست این تعزیه، مردها لباس زنونه پوشیدن و با ریخت‌های زنندهی که میبینید تصاویر رو روی دوش مردها و ادای جنبش سبز رو در می آوردند و
و به سبب تفریح حتما سردارانشون که اونجا نشسته بودن می شدن. من خیلی دلم برای این سربازها سوخت آقای نوریالا، برای اینکه معمولا این سربازها و پاسدارا در اون رده پایین بیشتر یا از دهات میان یا سواد چندانی ندارن و اصلا نمی فهمن که این عملیات چیه و شاید برشون یه خنده و شوخیه. در این حال ما میبینیم که هر روز در اون سرزمین یک فستیوال مد لباس مثلا اسلامیه یا نمایش جنگ خون و جنگ و شهید آوردن و شهید بردن و امامزاده رو دوش گرفتن و این برنامه ها توی اون مملکت فراونه. ولی مورد دیگهش برنامه های تلویزیونی صدا و سیماست که در واقع یکی از بیهوده ترین برنامه هاست گویا و مردم نگاهش چون نمی کنن. دولت آمده یک تلویزیون، یک کانال تلویزیونی رو تقویت میکنه که از امریکای جنوبی آمده، از اونجا پخش میشه و برخلاف کانال های دیگر تلویزیونی که مدام روش پارازیت های خطرناک پخش میشه، این کانال نه تنها هیچ پارازیتی نداره بلکه حتی تقویتش هم من شنیدم میکنن، برای اینکه میگن 24 ساعت پخش میشه و یک عده‌ای رو معتاد کرده که برن بشینن و این برنامه ها رو که همش از این برنامه های قهرهای خانوادگی، دعواها، شوخی ها، برنامه های بین زن و مرد، مثلث های عشقی بین حالا زنی که خیانت میکنه یا مرد که خیانت میکنه، از این برنامه ها وجود داره و گاهی هم صحنه های میگن سکسی، شاید در محدوده، یعنی در اونجا یه کسی پیرن کوتاه بپوشه حتما میشه سکسی، ولی این خبرهاییست که راجب اون گفته میشه. و چند روز پیش من یک خانومی از ایران پس از یه سفری برگشته بودن و توضیح میدادن که یه زنها، همونطور زنهای خونه و اینا، همطور که دارن کارهای خونه رو میکنن، این تلویزیون با صدای بلند هست و ماسک شده، همه مقابل این تلویزیون ها نشستن، حتی کسایی که کار میکنن از کار که برمیگردن دست جمعی میشینن میشستن به تلویزیون و این برنامه ها رو نگاه میکنن. در واقع اینها ضایعاتیه که یک دیکتاتوری به وجود میاره. ظاهر قضیه چیزی نیست، برنامه تلویزیون تماشا میکنن، پادگان اون برنامه های مسخره رو میگه، فستیوال های عجیب و غریب میذارن، ولی همیشه در همه جای دنیا اینگونه بوده که ابتدا دیکتاتوری خب همه چیز رو میگیره. اولا ما دیکتاتوری چه در شکل کهن خودش که اون دوران گذشته بوده که در واقع دادن اختیار در دوران باستان، دادن اختیار به یه شخصی برای هدف خاصی و برای مدت محدود بوده و اون اوائل هم تازه دیکتاتور آدم بدی نبوده، موظف بوده که بیاد فضا رو امن و امان کنه، بعد از جنگ بوده یا اتفاقات اینجوری بوده. بعدها دیکتاتوری به صورت این که یک شخص یا یک گروهی به عنوان حاکم یا هیئت حاکمه تمام کنترل همه چیزو در یک مملکتی به دست میگیرن، معمولا کنترل سیاسی ظاهرا. این دیکتاتوری در پس از قرون وسطا و اوج گرفتن دیکتاتوری مذهبی که به قول همه جامعه شناسان بدترین نوع دیکتاتوریه، برای اینکه تکلیف مردم همش به خداست، میگن از طرف خدا مردم رو تهدید میکنن دیگه، ماجرا زمینی نیست، بدترین نوع. و پس از اون که مردم در واقع تصمیم میگیرن دیکتاتوری رو از بین ببرن و یعنی در واقع جدایی مذهب رو از حکومت اعلام میکنن و تثبیت میکنن،
این دیکتاتوری مذهبی از بین میره ظاهرن، ولی دیکتاتوری در شکلهای مدرن خودش میاد. ما میبینیم قبل از جنگ دیکتاتوری فاشیستی رو داریم که سمبولهاش هیتلر، موسولینی و دیکتاتوری به اصطلاح سوسیالیستی رو داریم که در استالین در کشور شوراها، و همینطور دیکتاتوری مثلا چند سال بعدش دیکتاتوری به سبک فرانکو رو داریم در اسپانیا، که همه اینها در واقع مردم رو از نظر سیاسی به شدت کنترل میکنه. اما بعد از مدتی خود مردم، یعنی وقتی که شما اجازه ندارید که در سرنوشت خودتون دخالت داشته باشین، به خصوص مردم تحصیل کرده و آگاه، یعنی مردمانی که این آگاهی رو ندارن که میتونن خودشون، یعنی حقشونه که در تعیین سرنوشتشون شرکت مستقیم داشته باشن، ولی فقیه نداشته باشن، آقا بالا سر نداشته باشن، خودشون تصمیم گیرنده باشن، اونها بیشتر رنج میبرن، مردمان آگاه بیشتر رنج میبرن. و طبعا برای اینکه بتونن دوام بیارن، یه نوع تنازع بقاست در واقع، میرن دنبال چیزهایی که اینها رو بتونه زنده نگه بداره، بتونه زنده از نظر روحی نگه بداره و بتونه پیش ببره. معمولا این هم بعد از چند تا جنبش و تظاهرات و اعتراضی که سرکوب میشه، مردم میرن به سراغ مسائلی مثل مسائل هنری، مثل ورزش، مسائل فرهنگی، چیزهایی که از نظر دیکتاتوری بی خطره، و مردم میرن. به همین دلیل ما میبینیم ناگهان در کشورهای دیکتاتوری سینما رشد میکنه، شعر و ادبیات همینطور بارور میشه، اما فقط برای مدت کوتاهی، برای اینکه دیکتاتوری که از همه چیز وحشت میکنه، ناگهان وقتی توجه مردم رو میبینه شروع میکنه به جلوی این نوع چیزها رو گرفتن، یعنی به شکل اینکه فکر میکنه هر کلمه‌ای که از دهان یک هنرپیشه سینما در میاد توی فیلم یا توی کتاب وجود داره، هرچی او رو به وحشت میندازه، و این وحشت سبب میشه که او شروع کنه تسلط خودشو بر فرهنگ و ادبیات جامعه هم میندازه، حتی بر سر ورزش هم میندازه. ما مثلا نمونه هاشو تو کشور خودمون میبینیم که مثلا به ورزشکارا میگه مثلا بازوبند فلان چیزو ببندین، یا مثلا روزه بگیرین، یا شعار اینجوری بگین. اینا تمام اینها، تمام این فشارها که بر فرهنگ، بر ادبیات، بر هنر و بر ورزشی سرزمینی میاد، مردم رو در واقع ناامید میکنه از اون چیزی که، یعنی تنها امیدی که داشتن اونها هم از بین میرن. دیکتاتوری در واقع مستأصل میکنه مردم رو، میاد خودش برنامه های ورزشی میگیره، برنامه های گسترده بلند ورزشی و سر و صدا، هیاهو، وسطش شعارهای تبلیغاتی، سینما رو در اختیار میگیره، تمام سینمای مستقل رو از بین میبره. ما این رو مثلا در زمان هیتلر داریم، و ببخشید در زمان هیتلر داریم که میبینیم سینما به اوج خودش میرسه از نظر پیشرفت، ولی بلافاصله تحت کنترل دولت تبدیل میشه به یه سینمای تبلیغاتی که مثلا فقط تو یه برنامه نمایش فیلم نبرد من مربوط به هیتلر 25,000 نفر اون موقع تو یه سالونی میشینن و این فیلمو برای اولین بار تماشا میکنن با حضور هیتلر. یعنی کلن میشه تبلیغات. موسولینی به یه شکل دیگه، موسولینی اصلا یه چیزی به نام فرهنگ مردم درست
میکنه، فرهنگ مردمی. ولی تو این فرهنگ مردمی تنها چیزی که وجود نداره مردمه. استالین یک عنوانی درست میکنه در زمان استالین به عنوان ادبیات واقع گرا، اما این واقع گرایی و به تمام هنرها، هنر واقع گرا در واقع، چون ادبیات و هنر تمام چیزهایی که تا اون روز بوده از بین میره. واقع گرا یعنی چی؟ یعنی فقط شعار بدین راجع به اون چیزی که پیشرفت‌های اتحاد جماهیری شوروی و قصه هام همه راجع به کارگرانی که خوشبخت و سرفرازن و از این چیزها. همه اینها برای مردمان بی تفاوتی و پوچی میاره که به نظر روانشناسان و حتی جامعه شناسان این نوع بی تفاوتی و پوچی در یک جامعه خطر بسیار هراس‌انگیزی داره. حتی خطرش از این که رأی مردم را بخورند بیشتره، برای اینکه اگر رأی ما رو بگیرن ما میتونیم وایسیم، تظاهرات کنیم، فریاد بزنیم و بگیم رأی ما رو پس بده و امید داشته باشیم که رأیمون رو میتونیم پس بگیریم. اما اگر ما رو سرکوب بکنن و بعد اجازه ندن که به هیچ چیزی فکر کنیم جز اون چیزی که اونا میخوان، از هیچ چیز بگیم جز اون چیزی که اونا میخوان، اون وقت افسردگی یا همین پوچی و بیتفاوتی که یکی از، یعنی دو تا از نشانه های بیماری افسردگی، دیپرشن یا افسردگی. اینها انزوا میاره، یعنی در واقع بیشتر هم طبقه، همطور که گفتم، باسواد تحصیل کرده و جوانها رو زیر فشار میذاره، چون اونها هستن که به این چیزهای پوچی که دیکتاتوری برای اونها تدارک دیده دل خوش نمی کنن و دلشون میخواد که بهتر زندگی کنن و بهتر حضور داشته باشن در جامعه. خانم میزادیگی، میگم به نظر شما این یک وجه افزوده در حکومت اسلامی نیست که اینها نه تنها به لحاظ دیکتاتوریشون این دپرسیون رو یا افسردگی رو به وجود میارن، اصلا تشویق به افسردگی میکنن. یعنی وقتی که همش گریه و زاری و دوسر زدن و غیره، تعزیه بذاریم و میگن که مثلا حتی اگر که در برای امام حسین خودتون به گریه زدن هم، بله، گریه کردن هم بزنید، شما مثلا بهشتی میشید. یعنی اصلا تشویق میکنن که همه افسرده بشن. بله، کاملا درسته. به همین دلیلم هست میگن که دیکتاتوری مذهبی از هر نوع دیگه‌اش سنگین‌تره، برای اینکه خب مردمان همیشه هراس دارن از خدایی که خیلی تلخ‌تر اون دیکتاتور معرفیش میکنه به مردم، تند خوتر معرفیش میکنه. یعنی خدای خودش رو، خدایی رو که در واقع خودش میخواد میسازه و به مردم میده، میگه که از او باید بترسید. در و طبعا اون مردم هم گرفتار افسردگی هستن. یعنی این مردم آگاه و باسواد و روشنفکر و اینا از نبود هیچ وسیله‌ای برای احساس شادی، احساس حرکت، زندگی رنج میبرن. و مردم ناآگاه و مذهبی هم که از وحشت خدایی که دیکتاتورها براشون هر روز بزرگتر و زشترش میکنن، تمام عاصم و جباری، بله، تمام زیبایی های خدا رو میگیرن و از او یک موجود تلخ و بد و که فقط میزن و میکش و تو دوزخ میندازه، یعنی یه چیز شبیه خودشون، خدا رو شبیه خودشون معرفی میکنه. به هر حال این
افسردگی ناشی از حضور دیکتاتوری در یک جامعه و تندادن به اون و بیتفاوت شدن و به پوچی رسیدن، آغاز تسلیم در مقابل دیکتاتوری در یک جامعه است. یعنی آنگاه که بیشترین مردمان در این غرق شدن در این خستگی و بی‌حوصلگی و پوچی و بی‌تفاوتی، جشنی است برای دیکتاتورها، برای اینکه همه تسلیمن، همه مسخ شده و در واقع ماشینایی هستن که حکومت میکنه دیکتاتوری بر اونها. خوشبختانه آقای نوری‌علا اونگونه که دیده میشه و نگاه میشه به در ایران، مردم ما عجیب مقاومن. یعنی پس از 31 سال فشار هنوز به مرحله تسلیم نرسیدن و این یک شانس بزرگیه که مردم دارن. البته وقتی ما به تاریخمون نگاه میکنیم، من هرگز جز اون آدمایی نیستم که بگم که ما بهترین و باهوشترین و چی مردمان هستیم، نه، ما مثل همه مردمان، ولی فرهنگ ها فرق میکنه. ما یه جوری فرهنگمون هست که اینگونه ما تربیت شدیم که در مقابل دیکتاتوری مقاومیم، یعنی راحت تسلیم نمیشیم، سکوت میکنیم، نمیدونم تو سری میخوریم، زندان میریم، شکنجه میشیم، اذیت میشیم، ولی تسلیم نمیشیم. یعنی اون درونمون همیشه میجوشه برای اینکه یه راهی پیدا کنیم که مقابلش بیستیم. این وضعیتی که در ایران هست اکنون تردیدی نیست که به قول جامعه شناسان و روان شناسان فضای بسیار سنگینیه، فضایی که درش بیتفاوتی وجود داره، پوچی وجود داره. درسته که هنوز به مرحله به اوجش نرسیده که به تسلیم هم برسه، ولی وجود داره. راهی که هست این راه به دست روشن فکران، مردمان تحصیل کرده و دلسوزهای یک جامعه میتونه شکل بگیره و اون اینه که اون زهری رو که دیکتاتوری به خون جامعه میریزه، این زهر رو به سوی خودش برگردونن، کاری که در ایتالیای زمان فاشیستا شد، کاری که در زمان فرانکو مردم این عکس العمل رو داشتن و ما میبینیم در کشورهای دیکتاتور زده دیگر دنیا هم بوده، مثلا حتی در آفریقای زمان آپارتاید، کاری که مردم ها، یعنی حتی میرفتن سیاه‌پوستا و سفیدپوستای مخالف دیکتاتوری میرفتن مقابل خانه های یا قصرهایی که رهبران دیکتاتورشون نشسته بودن، مدام میرقصیدند و پای میکوبیدن و اعصاب اینا رو خرد میکردن. این در واقع برگشت زهریه که مردم به جان دیکتاتور میریزن به جای اینکه اون رو به جان خودشون بخرن. و هر وقت که کارهای دیگه‌ای که میشه کرد و این رو خیلی میتونن واقعا جوانها و روشنفکرین به مردم درس بدن، اینه که اولا هیچ چیز دیکتاتور رو جدی نگیرن، حتی زمانی که رنج میبرن از اعمالشون جوک کنن مسائل اونها رو، شوخی کنن راجب جدی تر... چیزهایی که برای اونها جدیه، نه چیزهایی که برای خودشون جدیه. و خندیدن، شاد بودن، اون چی که فرهنگ ماست، سعی کنن به هر بهانه‌ای بریزن توی خیابون، بزنن، بخندن، برقصن. و این چیزیه که حکومت دیکتاتور رو، دیکتاتوریه به خصوص مذهبیه در مثل ایران رو رنج میده. و ما الان روز کوروش رو در روبرومون داریم، روزی که
اینها دیگه نمیتونن بگن چرا 6 سال ما روز کوروش رو در همه جا میگیریم ولی تو ایران نذاشتن به راحتی مردم بگیرن. اما الان دیگه چه بهانه‌ای دارن؟ خودشون با سلام و صلوات منشور آوردن اونجا، جشن روز جهانی کوروش کنار منشور کوروش. هفته آینده مفصل تر راجع به این مسئله صحبت می‌کنیم.